دوستو عزیزی دل، زمانی که ویدیو را دم میدید منه و میگریم واقعا برادم در داور است. من بیشتر خودم حرف نمیزنم، یک دفعه شما بردم این ویدیو را من میمونم ببینیم، باز بعدا ما شما صحبت خواد کردیم. رهی نیک مردان آزاده گیر، رهی نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود دارم خدمت تمام دوستایی که ما رو میبینند. و در ادامه سفرهای خود بالاخره ما در یک از مکاتب آمدیم که شما شاید تصویر ببینید که اصلا ساختمانش نیمه تمام باقی مانده و خیمه کافی هم وجود نداره که شاگرداد اونجا درس بخونند. و مدیر صاحب هم در پهلوی ما قرار داره. سوالاتی که داریم حتما سوال مونیم. در قسمت اول مدیر صاحب خود معرفی مونه، بعد سوالات حتما میپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از این رسانه‌ای که در مکتب تشریف آوردن. سلامت باشین. بنده محمد کاظم، مدیر مکتب متوسطه سرخسنگ مربوط به ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردن. بسیار خوب، بسیار خوب. و در قسمتی از این مکتب چند سال تا هنوز میشه که تأسیس شده این مکتب؟ مکتب متوسطه سرخسنگ در سال 1381 تأسیس شده و مدتی چند سال میشه تا به امروز؟ شاید 22 سال دیگه. 81 آدخن 22 سال از تأسیس از این مکتب میگذره. تا جای 23 سال تا جایی که یاد از من میگم، ما اولین شاگرد مکتب بودم که در این مکتب درس میخوندیم. 11 سال در مکتب البته در کابل خوندیم، 2 سال اینستود، 9 سال مش که وظیفه اجرا کردیم. اما تا به امروز ساختمان از این مکتب تکمیل نشده. و سوال بعدی ایه که چرا ساختمان از این مکتب تا به امروز تکمیل نشده، چرا نتکمیله؟ کار ساختمانی مکتب متوسطه سرخسنگ در دوران ریاست جمهوری در سال 1399 کار ساختمانیش شروع شد و در سقوط دولت جمهوری کار ساختمانی از دوباره متوقف شد. گرچه بارها از ریاست شهرسازی که مربوطی ساخت ساز یا مربوطی شهرسازی میشه پرسان کردیم، جایا شدیم، محولات از این مگه مربوطی بانک جهانی است که پول از فعلا در دسترس حکومت فعلی قرار نداره و کار از این وابسته در پولی که تعیین شده از طرف سازمان ملل یا بانک جهانی دیگه به مخاطر کار از توقف یافتن. توقف یافتن. و در فصل سرما اول سال و آخر سال تعلیمی شاگردا و استادای مکتب با کدام مشکلات بیشتر روبرو هست؟ خود طبیعتاً در اول سال تعلیمی که به مناسبت در فصل بهار بارندگی و بارش زیاد است، هم شاگردا دچار سردی هوا مشد، هوا سرد است، شاگردا از درس میمانه. و در فصل تابستان هم از اثر گرمی شاگردا از درس میمانه. و در خزان که فعلا فصل خزان است، خودم شما مشاهده مونید، هم سردی زیاد است، شاگردا از اثر سردی نمیتونه که در سینف به مدتی
40 دقیقه یا ام ساعت درسی که است بسیار سخت است که اوصله کنه به درس. شما در این مکتب چی امکانات را در دسترس دارید؟ کدام امکانات را ندارید که شاگردا فعلا ما تا جایی که میگنم خیلی فرشی چی هم نداره استاندارد و همچنان خیمه و ساختمان که چی نیاد؟ یا بغیر از این در مکتب چی چی در اختیار دارین شما؟ در مکتب اون تو قدر امکانات نیست، صرف یک تا خیمه است، دیگه تعدادی 8 تا فرش است که شاگردان استفاده مونه و امکانات نیه به او حدی که کفایت کنه و بخصوص این امکانات خیمه که هیچ نیه موجود نیه، یعنی می که از کدام طریقی یا از کدام مسیح یا افراد خیری که آماده شه بسیار خوب است. دیگه گرچه بارها پیشنهاد کردیم، ما در ریاست معارف از طریق آمیت معارف در ریاست معارف پیشنهاد کردیم، متاسفانه که خیمه در اونجا موجود نبوده و یعنی می کمک و همکاری اولیه را ما از اشخاص خیر می خواهیم که فعلا مشاهدتا از هوای آزاد از فضای باز در زیر یک خیمه یا یک سایبان خرار بود. بسیار خوب، اما ما از خیرینی که بیننده برنامه ما هستند و بیننده رسانه بیسود هستند تقاضامند هستیم، عاجزانه ازشان تقاضا بنیم اگر امکان داشته باشد یک مقدار خیمه، یک مقدار فرش و امکانات برای این مکتب فراهم کنه تا شاگردا بتونن این نسل های جدید ما بهتر درس بخونه و از فرصت های خود استفاده کنه. و سوال بعدی که اولیای شاگردا در قسمت همکاری با مکتب چقدر همکار هستند، چقدر همکاری کردند؟ اولیای شاگردا همکاری دارن با مکتب در قسمت تهیه و ترتیب کمبوتاد کتاب درسی شاگردا که کمبود است برای اطفال های خود یا برای فرزندان خود میگیره و در قسمت فرش کمک همکاری دارن. دیگه یعنی در قسمت تهیه خیمه یا تخته یا آب های نوشیدنی تجهیزات کنید در ساحه، گرچه چای چشمه در ساحه مکتب موجود نیست، مقصد اولیای شاگردا با وسیله که در استرسی شو فرزندای خراب بره و ما را حل کرده و میکنه. بسیار خوب، امیدوار هستم که در این قسمت هم توجه صورت بگیره. آیا در همی اطراف مکتب نزدیکی های مکتب بطور یک خانه خالی یا ساختمانی وجود نداره که مثلا شاگردا در فصل گرما و در وقت یخی در اونجا درس بخونن؟ خانه خالی یک جای مناسب باشه که دچار مشکلات مردم قریه نشه و موجود نیه. دیگه ما کوشش کردیم، تلاش کردیم که خانه پیدا شود که شاگردا در اونجا درس بخونه، اما متاسفانه بود شرایط یا خانه معیاری موجود نشد، پیدا نشد شاگردا اونجا بره تدریس بگیرن. بازم تشکر مدیر صاحب که وقت گذاشتید، دیگه حالت مکتب رو ما دیدیم، شما بیان کردید، امیدوار هستیم که در این قسمت توجه صورت بگیره. در قسمت آخر اگر کدام پیشنهاد، اگر کدام گفتنی داشته باشید ما در خدمته. طبق قبلا گفته شد ما از این رسانه تقاضا مندیم که صدای ما را در مقامات مربوطه یا در اشخاص خیر یا مؤسسای خیریه برسانند تا جایی که مشکلات های موجودی که قبلا گفته شد به طور نسبی حل شد. دیگه تشکر از رسانه شما. بسیار تشکر، لطف کردیم که وقت گذاشتید. بازم ما در اخیر تقاضا مندیم از کسانی که دستشون میرسه همراه مکتب کمک و همکاری کنه تا شاگردا در فضای بهتری درس بخونه. بازم تشکر از شما. ادامه تصاویر رو ببینید، ما با شاگردا و استادای از مکتب هم صحبت‌های خواهیم داشت. تا آخر برنامه با ما باشید. سلام علیکم استاد عزیز، خوبی؟ بخیر، تکرهی بخیرت، سلامت، بخیر، بخیر بشین. بسیار ببخش که مزایم درس شما شدم، امیدوار هستم که همه شما جور صحتمند باشید. در قسمت اول میشه خودم معرفی کنین، بعد از انشاءالله سوالاتی که داریم حتما سوال میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا. این جانب محمد باقر امیری، یک تن از معلمین مکتبی متوسطه سرخسنگ و مدتی تقریبا 10 سال میشه که در اینجا ایفای وظیفه میکنیم و در زمین تشریف آوری شما را هم در اینجا خیلی مقدم عرض میکنم. بسیار تشکر، لطف دارین. استاد، با کدام مشکلات در مکتب روبرو هستید؟
اولا مشکلات خو بسیار زیاد است، مشکل جدی که در اینجا وجود داره اول اینه که ساختمان نداره این مکتب، ساختمانش تقریبا نیمه کاره مانده. دیگه بعد از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان بعد از او دیگه همی ساختمان از این نیم کاره ماند و دیگه هیچ گونه تلاش هایی و هیچ گونه کاری در قسمت ساخت سازی از این صورت نگرفت. خب بازم امیدوار هستیم که کار مکتب تکمیل شود. قداشون میخوایم یک شوخی کنم که در نظر شما گرمی خوبه یا یخی؟ والا برمیگرده به همزو وقتای اعتدال هوا دیگه. زمانایی که مثلا در اینجا خود در اصل مناطق بسیار نهایت سردسیره و دیگه گرمی در اینجا بسیار خوبه، منتها با آن هم در فصل تابستان گرمای شاگردار بسیار اذیت میکنه و در فصل بهار از اول سور در اینجا مکاتب شروع میشه و وقتی که مکاتب شروع میشه ما با مشکلات آمدن باران و سردی های هوا مواجهیم. در فصل تابستان ما با مشکلات گرما اینجا مواجهیم. در فصل ترما یا خزان که میشه که حالا هم در از این فصل قرار داریم، سردی های بسیار نامناسب، باران ها و برفباری های شدید در اینجا می آید و دیگه بعضی وقتا خاکباد در اینجا بسیار زیاد است و یک مشکل جدی که ما در اینجا داریم نبود آب صحی هم است. چا در اینجا زده شده منتها تا هنوز ما همون وسایل و امکاناتی نداریم که از چای مکتب که آب بیرون شده از او استفاده کنیم. بسیار تشکر. و در قسمت امکانات مکتب چقدر امکانات در دسترس شما و شاگردان قرار دارد؟ در قسمت امکانات خوب امکانات نیست دیگه، خیمه های مناسب نیست، فرش مناسب نیست، کمبود کتب درسی از یک طرف است و نبود تخته های مناسب و از این طور چیزها زیاد است دیگه. مشکلات ها بسیار زیاد است. در کل یکی از مشکلات های اساسی کمبود کتب درسی است که ما بازو مواجهیم دیگه، نمیتونه مشکلات ها زیاد است. آرزومند هستیم که تمام مشکلات حل شود انشاءالله، مکتب صاحب ساختمان و صاحب صنف های معیاری شود. بازم استاد تشکر از اینکه وقت گذاشتین، بازم معذرت از ما رو بپذیرین که وقت شما رو گرفتیم. امیدوار هستیم که موفق باشید و بتونین که در سالهای بعدی به شکل درست و معیاری تر صنف هم داشته باشیم و تدریس هم صورت بگیره. خواهش میکنیم دیگه، از زحمات شما هم تقدیر و تشکر که قدم رنج کردید در اینجا آمدید، از وضعیت موجود از این مکتب خبر شدین و ایره و تشکر میکنیم از رسانه بهسود که اگر این مشکلات ها را پوشش بده تا اینی که خیرین و نهادهایی که در رأس قرار داره به وضعیت موجودی مکتب متوسطه سرسنگ که بسیار یک مکتب فقیر است توجه کنه و از تشریف آوری شما هم جهان سپاس و تشکری رو داره. بسیار تشکر. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. بازم تشکر از استاد محترم که وقت گذاشتند. در ادامه برنامه با ما باشید. دوستای عزیز، در ادامه برنامه ما در یک از صنفا قرار داریم، یک از شاگردای مکتب در پلوی ما قرار داره. سوالاتی که داریم حتما از ایشان هم سوال مونیم، مشکلاتی که داره حتما ایشان هم برای شما خواهیم گفته. در قسمت اول خود نام خود بگید چیزه؟ نامم است محمد از قلعه سرخسنگ. بسیار خوب. شما در فصل اولی بار در تیرماه زمانی که یخی میشه در اینجا درس یاد میگیرید؟ نه درس یاد میگیرم. درس یاد میگیرید، آفرین. یخی خیلی زیاد نمیشه؟ بعضی جاهایش زیاد میشه، بعضی جاها کمتره. بعضی وقتا زیاد میشه و بعضی وقتا هم یخی خوبتره. زمانی که بارش میاد شما چی کار میکنید؟ هست یک لازر بعد زخفت میشی. هرچند در باران در این فضای آزاد درساندن تقریبا ناممکنه، بازم که اینا میشینن اما قدر تحمل دارن، بازم آفرین از اینا. دیگه در قسمت کتاب میتاب چی رقم کتاب تکمیل داره نداره چی رقمه؟ تکمیل دیگه تکمیل یک تن تربیه قرآن نداری. خب خیر، یک مضمون که تقریبا تمام مکاتب نداره. دیگه خیمه مایمه بچی نداره؟
خیمه الان خبر ندارم، خیمه است که دمو مربوط نمیشه. آفرین دستمون رو برونه. تو باید سوال میکدی که بهش خیمه نداره، اما قدر سوال میتونستی یا سوال نکدی تو؟ سوال میتونستم نکدم. خب نکدی، آفرین. بازم سوال نکده، یه هم خو گناه از توی دیگه، از توی حسنیه. خب بازم ما از خیرین عزیز تقاضا مندیم ببینین شاگردار که در چی وضعیت است. واقعیت ما که میگیرنم سمت استعداد توانایی از اینا و امکاناتی که وجود نداره ما حسرت مخورم. بازم از همه شما دوستا تقاضا مندیم که در می قسمت همکاری کنین تا اینا صاحبیم حداقل صاحبی خیمه شوند تا بتونن درسای خره به شکل درست و بهتر درس بخونن. تشکر شما که قد از مو گپ زدین. دیگه ما هم در می قسمت برنامه با دوستا خداحافظی مینیم، همگی شما را به الله پاک میسپاریم. شاد و صحتمند باشید. خب دوستای عزیز، بازم همگی شما را خوش آمدید میگیم. چون به خاطر که بیسود خودمشون میگیرید یک سایه وسیع است، ما خودم رسید نمیتونم به هر بار که از کابل در بیسود به خاطر که انترنت تریجینیه توجیه اصلا کار نمیده که ما ویدیو اپلود کنیم. ما بارها برای دوستا گفتیم و ما خودم رسید نمیتونیم و هر بار که خدایش بیسود ما رو واقعا هزینه بر است، بر از من بسیار سخت تمام میشه و واقعا مشکل است. مثلا موی تو کسی دونر هم نداشتیم و نداریم که دونر میداشتیم که مورا حمایت میکرد، در کل ساعت بیسود میگشتیم. خود این مدت که مبارزه کردیم، ای که چی گذشته چی نگذشته، ای در دل خود ما هست و یک روز همراه کل قوم ما شریک خود کردیم و هیچگاه بر فیلن دردار ما بر کسی نمیگیم. و در پهلوی از خودون شما دیدین که این مکتب در ساحه سنگشانده ولسوالی مرکز بیسود است. ما خودم تا به حال ندیدم خودش این مکتب، یعنی می کسی که استاد شیر که امی استاد شیر از دوستای ما است، یعنی برای ما زنگ زد که این تک مکتب است. ما گفتم گزارش تحقیق برای ما رایی که از دست موتروان برای ما رایی که در سنگ شانده و واقعا برای ما در دواری است که ببین مکتب نی مکاره مانده. یه مکتب نی خیلی از مکاتب بسود می قسیم، اصلا بعض مکاتب بسود است که شاگردا با بسیار یک وضعیت بد در خانه بیرانه، در بیرون، در بین خواب رو بد درس میخوانه، ولی یک از مکاتب است که نیمه کاره منده و این میقسیم چندین مکتب مده بیسود خبر دارم و این مکتب در سوهش سنگشانده هست. ای کاش ما اول به حال خبر میشدم، بالاخره یک کاری میکردیم دیگه، کش نمیشدم تعمیر از را یک مو وسایلش جمجور میکردیم یا خود تعمیر، بالاخره یک قسم ما از دولت یک کار میکردم بر شاگرد یک سرپناه اونجا دیگه نمیشدم اون یک پرده میکردیم. بعد در پهلوی از دوستای عزیز واقعا آدم که مینگره و برای فعلان هم شاگردارا چون داخل مکتب نمیمانه بخاطر که وسایل همه چی در اونجا است، میگه میگم نشه خوب بالاخره به یک قسمی نمیمانه داخل و شاگردار کلا در دل هفته و درس میخونه. ما دوستای عزیز یک قسم تصمیم دارم در قسمت زمین مکتب. دوستای عزیز این می شاگرد ها برفعلا در دل هفته هست و در می روزا خیلی هوام سرد شده در بیسود و واقعا برای از شاگرد ها سخت تر میشه. این ویدیو رو حدودا ده روز پیش برای از من گرفته، الا موچاروان تو یک چند روز موچاروان برابر نشد تو یک ده روز پانزه روز الا از من رسیده، یعنی ده روز پانزه روز میشه این ویدیو ثبت شده و برفعلا شاگرد ها واقعا در ساحه هسته که واقعا این می شاگرد ها خونوب میخوره، یعنی ساحه سرد هست. و به خاطر که اگر سال دیگه ما تصمیم بگیرم این مکتب خوب بالاخره یا سری حکومت یا خودم به قسمی مکتب جور میکنم و نمیمانم شاگردای قسم باشه و از دوستا ما میخوایم که یک کار بکنیم برای فعلا یک سرپناه برای از اینا جور شد که هم اینمیم تیر ما اینا از سردی در امان بشد و هم در سردی های اول بهار اینا در امان بشد. اولا مکتب جور شد به زودی جور نمیشه، سردی اول بهار اینا رو دامنگیر از اینا هستن و از دوستان ما میخوایم حداقل 7 دانه خیمه یا 8 دانه خیمه برای زمین ها نیاز است. 8 دانه 7 دانه خیمه نیاز است که هم تیرمای از اینا این میال بر فلان شاگرد از دل هفته و جمع شوه و سردی اینا خونوب نخوره. واقعا شاگرد ها و ساها دانشجوهایی که در ساحات این مناطق زندگی مینه و مکتب نداره و واقعا دچار مشکل است. ما خودم در وضعیت بودیم و دیدیم که ما چی کشیدیم، یعنی چی کشیدیم در دل هفته او بودیم، هر جای توشخ رفته او گیر میکنیم کش میکنیم، در بلاخانه گفته خودم رزگر بودیم درس میخوندیم با یک وضعیت خوب بلاخره در وضعیتی که درس نخوندیم.
و در پولوی از یعنی خیمه 8 دونه خیمه نهایتا مثلا یا 7 دونه خیمه نیاز است که گرفته شود. هر خیمه دروغگوی نشوم، دم چند روز بین کردیم و صاحب خبر داشتم بین 7000 الا 10000 قیمت چسته خیمه است که اصلا بسیار محکم زیدی آبم داره که اصلا آبم داخل نمیره و بسیار محکم است. دیگه از دوستان من میخوایم دوستایی که میبینه و میشنه صدای از مرا، چون به خاطر که دیر نشه و شاگردار یخ نزنه و این ویدیو از مرا که میگیرید حداقل اول یک لایک کنید، بعد کامنت بونید، کامنت میمونید، کامنت های انگلیسی تشویقی باشه بهتر است. هر ویدیویی که میبینید لایک خیلی به جمعان از یادشون نره، چون بیشتر برای دیگر بیشتر دوستان میتونه ببینه روی صفحش میاد. و در پولی عزیز، دوستو عزیز، اینمی کسایی که میبینید حتی اقل یک 10000 افغانی و قبولی نیه. هر دوست از ما که اینمی 10000 افغانی که برای زمین ها روان بکنه، یک 8 نفر 10000 افغانی که روان کنه که مبلغ نیه، ولی اینمی دیگه اینمی شاگرد ها اصلا درد و رنج و مشکلاتی نمیکشن. دیگه ما بیشتر صحبت نمونم، فقط از همین خاطر خواستم ویدیو رو ثبت بکنم و از بابات هر ویدیو رو کماندم به خاطر که معلومات تکمیل شوه این قسم خودم صحبت مونم. دیگه تشکر از دوستای عزیز تو اینده بیننده هستید و دوستایی که اگر خواستن همکاری بکنن، بسم الله که به خیر سر سبا امی خیمه زمینا برده شوه خیلی خوب میشه. دیگه تشکر دوستای عزیز، منتظر پیشنهادات و نظرات شما دوستان ما هستیم.